فقط خبرها. شبی که تهران لرزید، دو کشته و 23 مصدوم. احتمال ادامه وضعیت آماده باش در پایتخت. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 4 میلیون نفر نزدیک می شود. دبیرکل سازمان ملل متحد درباره ایجاد سونامی نفرت و بیگانه هراسی هشدار داد. اتهام آزار جنسی علیه جو بایدن، دستیار سابق او میگوید باید از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. و 75 سالگرد پیروزی متفقین بر آلمان زیر سایه کرونا. سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. مدیر کل مدیریت بحران استان تهران گفته در زمین لرزه اوایل بامداد امروز در تهران، دماوند و کرج 2 نفر کشته و 23 نفر زخمی شدند. یک مرد 60 ساله بر اثر ضربه مغزی هنگام خروج از خانه جان خودش را از دست داده و یک زن 21 ساله هم بر اثر ایست قلبی. این زمین لرزه با بزرگی 5.1 با حدود 40 پس لرزه باعث شد بسیاری از شهروندان این مناطق تا صبح در خیابان‌ها بمانند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. بعد از زلزله امشب اینجا در موقع فشم تصاویری از لرزش زمین در اوایل بامداد امروز. زمین لرزه خسارات مالی چندانی نداشته. به محض وقوع زلزله تیم‌های ارزیاب و عملیاتی شهرستان دماوند فراخوان شدند و به مناطق تحت تأثیر از زلزله اعزام شدند. 6 تیم ارزیابی به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند و خوشبختانه ما گزارشی از تیم‌های ارزیاب مبنی بر خسارت نداشتیم. ساعت 1:30 شب زلزله‌ای که داشتیم دوستان همه ترسیدن. بعد از وقوع زلزله خیلی ها به خیابان رفتند. اینجا در سعادت آباد ترافیک ماشین هاست. خیلی ها شب را تا صبح در خیابان ها بودند. مردم ریختن بیرون به خاطر زلزله. اینجا در میدان ولیعصر تهران، نشانه ای از اطمینان نداشتن از ایمن بودن ساختمان ها. نکته که خیلی حائز اهمیت هست و باز این زلزله به ما یادآور میشه اینه که اصول شهرسازی رو جدی بگیریم، اصول تاب‌آوری و پایداری شهر رو جدی بگیریم و حالا اینکه مباحث زلزله چقدر رعایت میشه تو اصول ساخت و ساز ما به کنار، ما به لحاظ شهرسازی این امکان رو داریم که بتونیم شهر رو در برابر زلزله و بعد از زلزله پایدارتر از قبل بکنیم. اما آیا تهران آمادگی وقوع زمین لرزه بزرگ را دارد؟ زمین لرزه‌ای که احتمال وقوعش پیش بینی شده اما به نظر میرسد آمادگی لازم برای آن وجود ندارد. مسئله‌ای که هر بار بعد از وقوع زلزله مسئولان به آن اشاره می‌کنند اما هر بار هم به آینده موکول می‌شود. واقعا تهران با توجه به ویژگی‌هایی که برخوردار هست، تراکم جمعیتی که داره و ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای که در این کلان شهر ساخته شده است، ما باید اقدامات ویژه‌تری رو در دراز مدت برای وقوع و مقابله با چنین پدیده‌های خودمون رو آماده بکنیم. وجود گسل موشا و زلزله خیزیان باعث نگرانی از فعال شدن آتشفشان دماوند شده. تمام این رویداد و پساد کاملا رو گسل موشا هست. ما سازوکارش هم حل کردیم. شیب به سمت شمال داره به خوبی نشون میده و یک حرکت چپگرد که ویژگی های گسل موشا هست و ربطی به اون فعالیت آتشفشان دماوند واقعا نداره. این صف پمپ بنزین اینها. پمپ بنزین ها دیشب در تهران شب شلوغی داشتند. اینجا در میدان هور دوباره پمپ ها فعالتر از قدیم. اینجا هم زیر پل حافظ شهروندان تهرانی باک ماشین هایشان را پر از بنزین کردند تا در صورت نیاز به مکان امن‌تری از تهران بروند. ترس از کرونا و وحشت از زمین لرزه هم باعث بلا تکلیفی عده‌ای شد. در نهایت بسیاری از خانه خارج شدند چون ترس از زلزله باعث شد وحشت از کرونا فراموش شود. همین الان زلزله اومده، الان نمی‌دونیم به خاطر کرونا بمونیم خونه به خاطر زلزله بیاییم تو خیابون.
دیشب در برخی نقاط تهران قرنطینه در شرایطی شکسته شد که ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران هشدار داده که روند نزولی ابتلا به کرونا در چند روز گذشته کند شده و خطر همچنان باقی است. ستاد بحران شهرداری تهران گفته نیروهایش تا 3 روز آینده در آماده باش کامل قرار خواهند داشت و از مردم خواسته نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند. فرین آسمی، بی بی سی. پویا قربانی همکارم روی خط اسکایپ با ما هست. پویا، کمی از آخرین ها برامون بگو، چه خبر؟ مجید، ما میدونیم که در دماوند که وضعیت اضطراری قرمز اعلام شده بود، حالا با 1 درجه تغییر به وضعیت زرد کاهش پیدا کرده. این به واسطه اینه که با وجود اینکه بیش از 40 پس لرزه اومده، اما چون بزرگی اونها کاهش پیدا کرده، وضعیت آماده باش دماوند هم به همین ترتیب کاهش پیدا کرده. اما این باعث نمیشه که هلال احمر و ارتش ایران آماده نباشن. هلال احمر ایران اعلام کرده که تا صبح یکشنبه وضعیت آماده باش هست. همینطور فرمانده کل ارتش ایران هم اعلام کرده که یگانهای ارتش آماده باش هستن. در این حین ما میدونیم که اون دسته از ورزشگاه‌های تهران و دماوند که روباز هستن، درشون به روی مردم باز هست و توصیه‌هایی به مردم میشه که هوشیار بخوابن و توصیه‌های ایمنی رو جدی بگیرن، راه‌های خروج رو باز بذارن. من دیدم که یکی از مقامات آموزشی هلال احمر اعلام کرده بود که مردم در شهرها در هنگام زلزله بمونن در خانه، پناه بگیرن و بعد از اتمام زلزله از خانه خارجن، اما در روستاها برعکس، فرار ارجحیت داره بر ماندن. این به دلیل تفاوت سازه و میزان ضد زلزله بودن سازه است. این چیزیه که در شبکه‌های اجتماعی من دیدم که واکنش ایجاد کرده که اون چه که ما میدونیم قوانین سفت و سختی در ایران هست که سازه های ضد زلزله ساخته بشه از طرف آیین‌نامه‌های شهرداری هست، اما اینکه در عمل با توجه به اون چیزی که مثلا اگر به یاد بیاریم تصاویری که از زلزله کرمانشاه از سازه های دولتی ساز منتشر شده بود و میزان تخریب اونها رو نشون میداد، این یک تقابلی ایجاد کرده. اما از اینکه بگذریم، من دیدم که فدراسیون کوهنوردی توصیه کرده که به کوهنوردا به خاطر خطر سقوط سنگ و بهمن برنامه کوهنوردی رو که اگر قرار بوده صعود کنن عقب بندازن. از اون طرف همونطور که در گزارش هم دیدیم، ما هجوم مردم به پمپ بنزین ها داشتیم از دیشب که این فیلم هایی که ما در شبکه های اجتماعی می گرفتیم، همون موقع هم در توییتر و اینستاگرام منتشر می کردیم. این به هر حال هم این هجوم مردم و هم نگرانی که خب کرونا و بعد حالا زلزله، این یک نوع دوباره موجی از شوخی و طنز هم به شبکه‌های اجتماعی آورده و مثلا من دیدم یکی از این جوک‌هایی که بود بود که برنامه عوض شد، حالا در خانه نمانید. این به هر حال یه چیزی که من دیدم که اشاره کردن که یک مکانیزم دفاعی هم ممکنه باشه که با فاجعه وقتی از یک میزانی بگذره شروع می‌کنیم ایرانی‌ها به شوخی کردن، البته شاید هم فقط به ایرانی‌ها نباشه. اما من یه چیزی رو می‌خواستم در مورد گسل مشا بگم، چیزیه که خیلی الان بهش توجه میکنن. گسل مشا رو ما میدونیم که مثلا من نقل قول میکنم از مهدی زاره، استاد زلزله شناسی، که گفته که همونطور که در پکیج جنراتور داشتیم که این زلزله دماوند زلزله گسلی بوده و ربطی به آتش فشان دماوند نداره. اما این پس لرزه هایی که ما میدونیم بیش از 40 پس لرزه که بزرگترینش هم همون 5.1 بود، اینها گفته شده که شاید منجر به تخلیه کامل انرژی گسل مشا نشده باشه. گسل مشا ما میدونیم که آخرین باری که فعالیت شدید داشته 190 سال پیش، حدودا در سال 1209 در زمان قاجار که دماوند و تجریش رو در آن زمان تخریب کرده بود. ممنونم ازت پویا. پویا قربانی همکارم با ما. چند خبر کوتاه. معاون کل وزارت بهداشت ایران گفته روند ابتلا به ویروس کرونا در کشور به طور کلی نزولی است، اما با فرارسیدن فصل پاییز و بازگشایی مدارس احتمال افزایش دوباره این همگیری وجود دارد. ایرج حریرچی پیش بینی کرده که شیوع ویروس کرونا در پاییز امسال به گستردگی ماه‌های گذشته نخواهد بود.
در خبر دیگر از ایران، برگزاری نماز جمعه در بعضی از شهرها که شیوع ویروس کرونا در آنها کم است از سر گرفته شد. امروز نمازگزاران در 21 استان اجازه یافتند به مساجدی که دولت مشخص کرده بود بروند و نماز بخوانند. سخنرانی و برگزاری مراسم با تجمع زیاد همچنان ممنوع است. به گفته مقام ها مساجد و زیارتگاه ها در شهرهای بزرگ مثل تهران و قم فعلا باز نخواهند شد. با ثبت 215 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در این کشور از 3700 نفر گذشت. با 3 مورد جدید مرگ هم شمار جانباختگان به 109 نفر رسید. در همین حال بانک جهانی اعلام کرده یک بسته کمکی 400 میلیون دلاری برای افغانستان در نظر گرفته. بخشی از این هزینه برای مبارزه با کرونا مصرف خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده که همه‌گیری ویروس کرونا در جهان باعث افزایش نفرت و بیگانه حراسی شده. به گفته آنتونیو گوترش، از زمان شیوع ویروس کرونا احساسات ضد مهاجران و ضد مسلمانان و همچنین نظریه‌های توطئه مانند اینکه یهودیان پشت این بلای جانسوز هستند افزایش یافته. همزمان در لبنان، ایران و سوریه مساجد در برخی شهرها به روی نمازگزاران باز شده، البته با رعایت بعضی محدودیت‌ها. در استرالیا هم روند خروج از قرنطینه وارد مرحله تازه‌ای شده. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد فرهمند. افطار در ویرانه‌ای در سوریه. دبیر کل سازمان ملل از افزایش کینه و نفرت میان آدمیان در سایه ویروس کرونا خبر داده. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل هم هشدار دیگری داده. اینکه ویروس کرونا به یاری افراطیون اسلامگرا آمده. همان افراطیونی که سوریه را به این روز انداخته اند، به گفته رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، اکنون کرونا هم به یاریشان آمده. در حالی که دست و پای دولت‌ها و ارتش و پلیس به مبارزه با کرونا بنده است، اسلحه‌ای از داعش دوباره سر برآورده، دست به عملیاتی در سوریه و عراق زدند. در سوریه کلاً 45 مورد ابتلا به کرونا و 3 مورد مرگ از این ویروس گزارش شده. همگی از مناطق زیر کنترل دولت. دیگر مناطق سازمان و نظام معتبری برای اعلام آمار ندارد، اما همین آمار پایین باعث شده امروز نماز جمعه در مساجد سوریه خوانده شود. تنها در سوریه نیست که کرونا با دیگر قاتلان بشر همدست شده. در هند کارگران فصلی که در بیکاری ناشی از قرنطینه راه بازگشت به خانه در پیش گرفته بودند، گویا استراحتگاهی بهتر از روی ریل قطار نیافتند و در حالی که خواب بودند، قطار زیرشان گرفته و 16 نفرشان را کشته. در حالی که در هند قرنطینه سخت‌تر گرفته می‌شود و شهرهای بزرگ را از کارگران فصلی تخلیه می‌کنند، در استرالیا روند شل کردن قرنطینه و بازگشایی آغاز شده. تجمع تا 10 نفر در استرالیا دیگر آزاد است. البته مقررات فاصله گیری فعلا پابرجاست. مهمانی خانوادگی، نه پارتی را انداختن، آزاد شده، شرطی که مهمان‌ها شب نمانند. در شهرهای بزرگ غذاخوری‌ها و میکده‌ها تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند. روند بازگشایی قرار است تدریجی باشد. ساحل استرالیا تا دوباره به این شکل در بیاید فاصله زیادی دارد. مرتضی فرهمند، بی بی سی. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. دو کشته و 23 زخمی در پی زمین لرزه بامداد امروز در استان تهران. تا به حال حدود 40 پس لرزه ثبت شده. هشدار دبیر کل سازمان ملل درباره سونامی نفرت و بیگانه حراسی در جهان همزمان با شیوع ویروس کرونا. در ادامه برنامه، برگزاری مراسم 75 سالگرد پیروزی متفقین بر آلمان زیر سایه کرونا. شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان گفتند مرزبانان ایرانی 45 نفر از شهروندان افغان را شکنجه کرده و به رودخانه انداختند. ادعاها در این مورد اخیراً جنجال برانگیز شده و اعتراض‌های بسیاری در افغانستان به دنبال داشته. در همین حال هیئتی که دولت افغانستان برای بررسی این موضوع تشکیل داده به ولایت هرات رفته تا تحقیقاتش را آغاز کند. ایران پیشتر ادعای انداختن مسافران افغان به رودخانه و
و دست داشتن مرزبازان ایرانی در اون رو قویاً تکذیب کرده بود. همکارم روین رهنوش از کابل با ما هست. روین، کمی از واکنش ها بگو و بگو که نمایندگان مجلس افغانستان امروز چه گفتن. مجید، گفته شده که چنین رویداد در اول ماه می، یعنی یک هفته پیش صورت گرفته. نمایندگان مجلس، برخی از نمایندگان در گفتگو با رویترز گفتن که وقتی که این مسافرین وارد خاک ایران شدن، از طرف مرزبانان ایرانی بازداشت و مدت 24 ساعت در نظارت گرفته شدن. بعدن هم کسانی که بازداشت شده بودند و لب رودخانه آورده میشن و در اونجا تیله میشن در رودخانه یا ناگزیر میشن که در آب و در آب بپرن. حبیب پدرام، یکی از نمایندگان مجلس و کسی که با کسانی مسافرینی که زنده ماندن از رویداد صحبت کرده، میگه که این افراد 57 نفر بودند که وارد خاک ایران شدند، اما از 57 نفر تنها 12 نفر توانستند جان و سلامت ببرند و 45 نفر برده، چیزی که قبلا مسافرینی که از ایران برگشته بود هم گفته بود به بی بی سی. البته مقام های دولتی هم گفتند که 12 جسد را از آب بیرون کردند. همینطور گفته شده که 5 جسد در ترکمنستان از آب بیرون شده. ما با عبدالستار حسینی، یک تن از نمایندگان مجلس و همینطور کسی که عضو هیئت تحقیق دولت در این مورد هست، صحبت کردم. گفت که امروز به هرات رفتند، از فردا تحقیق را آغاز می کنند و این هیئت متشکل از نمایندگان ریاست جمهوری، پارلمان، شورای امنیت ملی، نهادهای سه‌گانه امنیتی و همینطور وزارت‌های امور خارجه و مهاجرین هست. همونطور که می‌دانیم این موضوع واکنش‌های در درون و بیرون افغانستان و به دنبال داشته. یکی از آخرین واکنش‌ها از مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا بود، که گفت که از شنیدن این خبر شوکه شده و همینطور گفت که در این مورد باید تحقیق شود. قبلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم خواهان تحقیق در این باره شده بود. دولت افغانستان گفته که با ایران توافق کردن که به گونه مشترک در این مورد تحقیق بکنن. همینطور البته ایران پیش از این گفته که این گزارش ها تلاش های مذبوحانه برای دور کردن دو ملت هست و بررسی کرده، چون این رویداد چون کار از طرف مرزبانان ایرانی صورت نگرفته. ممنونم از روین. روین رهنوش، همکارم از کابل. با یکی از کارمندان سابق جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از او خواسته از رقابت با دونالد ترامپ کناره‌گیری کند. تارا رید که 27 سال پیش برای دفتر آقای بایدن در مجلس سنای آمریکا کار می‌کرد، او را با آزار جنسی در سال 1993 متهم کرده. جو بایدن این اتهام را قویاً رد کرده. بهمن کلباسی، همکارم از نیویورک با ما هست. بهمن، گفتیم از سال 1993 تا الان پیشتر هم این اتهام مطرح شده. کمی بگو که چه شده که خانم رید حالا دوباره این اتهام رو مطرح کنه. او در یک مصاحبه تلویزیونی با یک مجری سابق شبکه فاکس شرکت کرده و جزئیاتی رو که به دیگر روزنامه‌نگاران رسانه‌های نوشتاری گفته بوده اینجا تشریح کرده و در اونجا حرف از این زده است که آقای بایدن در یک مورد او رو به دیوار چسبونده و دستش رو زیر لباس او برده، همون 27 سال پیش. قبل از این خانم تارا رید گفته بود که احساس میکرد که آقای بایدن به او علاقه داره، بعضی اوقات در مورد که او پاهای زیبایی داره حرف زده، ولی هیچ وقت تا همین اخیرن که این روایت جدید رو داده بود در مورد آزار مستقیم جنسی حرف نزده بود. حالا این اتهامات جدید به تبع با واکنش آقای بایدن مواجه شد چند هفته پیش، که گفت که اساساً هیچ گونه اتفاقات نیفتاده. ولی به هر حال مسئله‌ای که وجود داره این است که دموکرات‌ها معمولاً به خصوص بعد از اینکه آقای ترامپ مفصل با اتهاماتی مشابه روبرو شد، تاکیدشون بر این بود که باید حرف زنان رو پذیرفت، نباید اونها رو مورد شماتت قرار داد و مورد حمله و شک و تردید باشون روبرو شد. و حالا که یک زنی آمده، یک خانمی آمده و کاندیدای دموکرات ها رو متهم میکنه، به طب نمیتونن به این راحتی بگوین که خب او دروغ میگه یا واقعیت نداره، درنچه در موقعیت دشوارتری هستن. یک مدرک دادگاهی هم وجود داره که از شوهر سابق خانم رید هست، اون هم برمیگره به دهه 90 که در اونجا هم
صحبت کرده در دادگاه، از اینکه بله همسر سابق من از اینکه در دفتر آقای بایدن مورد آزار قرار گرفته با او صحبت کرده بوده. در نتیجه این یه مقداری به روایت خانم رید اعتبار میده، با این تفاوت که نمیدونیم روایتی که الان در این دادگاه ازش شوهر سابق صحبت کرده اون نسخه اولی است یا این مورد به دیوار چسباندن و که خیلی شدیدتر هست نسبت به روایت قبل از اون. و من خودت هم اشاره کردی بی سابقه نیست که در پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اتهامات آزار جنسی دیده بشه. در دور قبل هم علیه آقای ترامپ چندین نفر به اظهارات مشابهی داشتن. چقدر ممکنه تاثیر بذاره در فعالیتی که آقای بایدن میخواد انجام بده و اون رقابتی که با آقای ترامپ داره؟ به هر حال بی تاثیر نیست، ولی همونطور که گفتی رقیب آقای ترامپ هم دست کم 16 زن او رو متهم به آزار جنسی کردن. صدای او وجود داره که صحبت از آزار جنسی زنان میکنه و خودش هم چند ساعت پیش در یک برنامه تلویزیون فاکس شرکت کرده بود. آقای ترامپ ازش پرسیدن، گفت که منم با این اتهامات مواجه شدم و آقای بایدن هم میتونه جواب بده و بعد از خودش دفاع کنه. در نتیجه جمهوری خواهان یه مقداری دستشون بسته تر هست برای حمله به آقای بایدن با توجه به اینکه کاندیدای خودشون رئیس جمهور آمریکا هم با این اتهامات روبروست. ولی در بین زنان به تبع ممکنه تاثیر بذاره رای دهندگان زن و در بین جوانانی که مسئله آزار جنسی براشون مهم هست. ممنونم از بهمن کباسی همکارم از نیویورک. وزارت داخله افغانستان تایید کرده که سید احمد بابازی فرمانده پلیس ولایت خوست در انفجار بمب کنار جاده‌ای کشته شده. گروه طالبان مسئولیت این بمب‌گذاری رو به عهده گرفته. ولایت خوست در شرق افغانستان و در همسایگی پاکستان از مراکز اصلی فعالیت طالبان در این کشور است. چین میگوید بر سر فراهم آوردن شرایط مطلوب برای آغاز اجرای توافقنامه تجاری با آمریکا با واشنگتن به تفاهم رسیده. این موافقتنامه حدود 4 ماه پیش امضا شد، اما به دلیل تنش سیاسی میان دو کشور تا کنون اجرا نشده بود. دولت چین در اعلامیه‌ای رسمی گفته دو کشور اکنون توافق کردند همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی و بهداشتی را تقویت کنند. از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا در جهان، تنش میان واشنگتن و پکن بیشتر شده و دو طرف یکدیگر را به سوء مدیریت در کنترل این همه‌گیری متهم کردند. شیوع ویروس کرونا و شرایط قرنطینه این روزا زندگی خیلی ها رو تحت تاثیر قرار داده. بسیاری از مردم لحظه هایی از زندگی روزمره خودشون رو که در قرنطینه ثبت کردن برای بی بی سی فرستادن. از جمله زنی فرانسوی که در مدئین کولومبیا زندگی میکنه. او در صنعت گردشگری کار میکنه و بحران کرونا به شدت بر کسب و کارش و همینطور زندگیش اثر گذاشته. سلام، اسم من کنستانسه، فرانسوی هستم و در مدئین کولومبیا زندگی میکنم. یک ماه و نیمه که در قرنطینه ایم. در صنعت گردشگری کار میکنم. البته الان کارم نیمه وقته. همراه با گروه هم داریم مسافرت های آینده رو برنامه ریزی میکنیم. سعی میکنیم با استفاده از دوران قرنطینه نوع تازه ای از گردشگری رو ابداع کنیم. مسافرت‌هایی که دیوکسید کربن کمتری تولید کنن و آسیب کمتری به محیط زیست بزنن. وقت آشپزیه. یه شیرینی که با عسل و زیتون درست میشه. خیلی سنتیه. و این هم بهترین قسمتشه. تنها یک روز در هفته اجازه بیرون رفتن داریم، طبق آخرین شماره کارت شناساییمون. امروز نوبت منه، پنجشنبه است. میخوام برم سوپرمارکت. بدون ماسک نمیتونیم بریم بیرون. وقتی بچه بودم نقاشی زیاد میکشیدم. بزرگتر که شدم دیگه وقت نداشتم و ولش کردم. در طول دوران قرنطینه فکر کردم کار خوبیه که دوباره نقاشی کشیدن رو شروع کنم. همینطور که میبینین کرونا برام الهام بخش بوده.
75مین سالگرد پیروزی متفقین در نبرد با آلمان نازی و پایان جنگ جهانی دوم روز جمعه زیر سایه سنگین ویروس کرونا در اروپا برگزار شد. بسیاری از پایتخت‌های مهم اروپایی با مقررات ویژه و خانه‌نشینی اجباری روبرو هستند و به همین دلیل در مراسم امسال از شهروندان عادی خبری نبود. اما حتی شیوع ویروس کرونا هم موجب نشد تا در رویال آلبرت هال لندن کنسرتی به افتخار این رویداد تاریخی برگزار نشه. کیوان حسینی گزارش میده. این لحظه که یکی از به یاد ماندنی ترین لحظات جنگ جهانی دوم است، 75 سال پیش در روزی چون امروز رخ داد. مردی که با انگشتانش علامت وی انگلیسی را به نشانه ویکتوری یا پیروزی بالا برده، وینستون چرچیل است، نخست وزیر وقت بریتانیا. یک روز پیشتر، ارتش آلمان بدون قید و شرط تسلیم قوای متفقین شده بود و واکنش شهروندان کشورهای فاتح این چنین بود. وینستون چرچیل نیز بعد از حضور در بالکن یک ساختمان دولتی در خیابان وایت هال به کاخ باکینگهام در مرکز لندن رفت و در کنار جورج ششم پادشاه بریتانیا این پیروزی را جشن گرفت. اگرچه این پیروزی روزگار جدیدی را برای سیاست جهانی رقم زد و جایگاه قدرت‌هایی مانند بریتانیا و فرانسه را در ساختار نظم جهانی به عنوان کشورهای صدرنشین ساختار قدرت تثبیت کرد، اما این خوشحالی‌ها قطعاً به آنچه که در بیش از 5 سال دوران جنگ بر مردمان درون این تصاویر گذشت بی ارتباط نیست. جنگ جهانی دوم که برخی آن را نتیجه پرسش‌های بی‌پاسخ جنگ جهانی اول توصیف می‌کنند، ویرانی و خسارات بسیاری به بار آورد. تعیین میزان دقیق تلفات جنگ جهانی دوم روشن نیست، اما می‌شود که بین 70 تا 85 میلیون نفر در جریان آن کشته شدند. اینجا لندن است، سال 1940. The still-burning skeletons cry out for vengeance. گزارشگر میگوید که ویرانه‌های باقی مانده که هنوز در حال سوختن هستند، انتقام را فریاد می‌کشند. و پایان کار این چنین رقم خورد. متفقین یکی پس از دیگری شهرها و روستاهای تحت کنترل آلمان نازی و متحدانش را تصرف کردند و در پایان بعد از ورود به آلمان و اشغال کامل این کشور به حکومت هیتلر پایان دادند. دستاوردی نظامی که سالهاست در روزهای 8 و 9 مه با انواع مراسم و گردهمایی‌ها جشن گرفته می شود. امسال هم استثنا نبود. در لندن به رغم قرنطینه طولانی و شیوع فزاینده ویروس کرونا در سراسر بریتانیا، همچنان شهروندان در صبح 75مین سالگرد شکست آلمان نازی شاهد چنین صحنه‌ای بودند. اما مهمترین ویژگی مراسم سال 2020 که شاید تا سالها در خاطر بماند، خلوت بودن هر گونه مراسم یادبود بود. از بوریس جانسون که اینچنین در کلیسای معروف وستمینستر ابی به یاد قربانیان جنگ شمع روشن کرد، تا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که در زمینه خیابان خالی شانزلیزه در پای طاق نصرت پاریس و بر سر مقبره سرباز گمنام به کشته شدگان جنگ ادای احترام کرد، و مقام‌های آلمانی از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم و فرانک والتر اشتانمایر رئیس جمهور این کشور که با حفظ فاصله گذاری اجتماعی مراسم این روز را برگزار کردند. اینجا هم ادینبورگ پایتخت اسکاتلند است و شاهزاده چارلز ولیعهد بریتانیا در حالی که تنها همسرش او را همراهی می‌کرد در شهری که بسیاری از اهالیش در خانه نشینی اجباری هستند مراسم روز پیروزی را برگزار کرد. و آنها که خانه نشین بودند نیز از راه ارتباط اینترنتی صندلی‌های خالی رویال آلبرت هال لندن را در کنسرت یادبود 75مین سالگرد شکست آلمان نازی پر کردند. کنسرتی که توسط کاترین جنکینز در این تالار خالی برگزار شد. کیوان حسینی، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.